توی این ویدیو میخوام درباره اون دوستانی که دیپورت شدن و به ترکیه میخوام برگردن صحبت کنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. دوسته گلم سلام به یه ویدیو دیگه از ریویش خوش اومدید. یه موردی چند روز پیش باش برخورد کردم که قبلا هم درباره این دیپورتیا صحبت کردم که کسی دیپورت میشه ممنوعیت ورود به ترکیه داره. حالا تایمش مختلفه. قبلا مثلا 5 ساله چیز میکنن که بزرگترین و طولانی ترین تایمی بود که در نظر میگرفتن. مثلا دوستانی که چند سال اینجا بودن اونا دیگه نمیذاشت مثلا 5 سال بیاد توی ترکیه ممنوع ورود میشدن و جریمه‌اش هم باید پرداخت میکردن. جریمه پرداخت نمیکردن نمیتونستن به هیچ عمان وارد بشن و هیچ کاری هم نمیشد واقعا انجام داد. ولی خب یه خورده شرایط جوریه که میتونن باز بیان اینجا پرداخت بکنن. ولی خب اینو بریم جلو تبعتون بگم. یکی از دوستان من چند روز پیش به ما هم تماس گرفت که تو فرودگاه گیر کرد. جریان به این صورت بودش که ایشون باید جریمه یه تایمی رو پرداخت میکرد. حالا دقیق نمیدونم چه تایمیه ولی خب اونو باید پرداخت میکرد. بعد اون تایم دیپورتیش هم تموم شده بود، یعنی 7 ماه خورده 8 ماه ممنوعیت ورود به ترکیه رو داشت به خاطر اینکه دیپورت شده بود. اینجا داشت کار میکرد، پلیس اومد دیده، گرفته، برده و مستقیم اینجا خونه و زندگیش همه چی اینجا مونده ولی دیپورت شده ایران. یه 7 8 ماه هزینه اینجوری داده. به خاطر همین خیلی حواستون جمع باشه که دیپورت نشید. اگه کار میکنید تحت یه سری شرایط که حالا بهتونم گفتم چند بار تو ویدیوهای مختلف هست. در مورد اجازه کار صحبت کردم، اجازه کار سعی کنید بگیرید که کار انجام یا دانشجو باشید مقطع لیسانس به بالا که اونا میتونن یه تایمی رو برن کار بکنن. حالا از اینا بگذریم، این دوستمون دیپورت میشه و بعد 7 8 ماه دوباره میره ترکیه. میره از راه زمینی توی شهر وان ورود میزنه و اونجا پرداختیش انجام میده، یعنی جریمه رو اونجا کامل پرداخت کرد. یه 2 ساعت میاد توی خاک وان یعنی ترکیه میمونه بعد دوباره برمیگرده ایران. خب ورودش زده، همه چی اوکیه، مشکلی نداره و میتونه سفر دورتر انجام بده، یعنی به شهر استانبول. بلند میشه پرواز میکنه میاد استانبول و تو فرودگاه اجازه به ورود به داخل ترکیه رو نمیده، یعنی تو همون فرودگاه گیر میکنه قبل پاسپورت کنترل. به دوستاش تماس میگیره که بیان اونور پرداختیشو انجام بدن. میگم بدهکارید، به خاطر همین نمیتونید اینجا رد بشید، باید ویزا احلال قسمتش یه همچین چیزی بود، اسمش الان دقیقاً تو ذهنم نیست، یادم بیاد رو ویدیو مینویسم. یه قسمتی از ویزا احلال که اون تخلفات مثلا ویزا زیاد موندن و جریمه ها و این چیزا رو اونجا باید پرداخت بکنه و توی این قسمت به صورت نقدی از شما پول میگیرن. اگه حالا مطمئن نیست مبلغ اون جریمتون چقدره، اگه حتی پرداخت هم کردید با خودتون پول بیارید که میدونم خیلی اذیت میشه آدم دوبار یه پول پرداخت کنه، ولی میتونید خب از جای دیگه هم پیگیری بکنید، بگید آقا من دوبار پرداخت کردم پول اونا رو برگرده. یه زاید دوندگی ها داره، اگه مبلغ زیاد باشه میارزه بیفته دنبالش، اگه کم باشه نمیارزه دیگه، اون مونده شرط خودتون ببینید کدومش اوکی. حالا این دوستمون کارت بانکی داشت و پول نقد نداشت، میگفت با پلیس بذارید من برم اونور گیت پول بردارم از ATM بیارم اینو پرداخت بکنم. میگفتن نه نمیشه. گفتن دوستمون بیاد از اونور پرداختون انجام بده. بعد گفتن نه اونم نمیشه. خب یه چیز غیر منطقی، شما اگه مهم ملاک پرداختیه خب داره انجام میشه، چه این برای گیت چه اون برای گیت، چه کسی بیاد انجام بده چه خود این شخص انجام بده، مهم اینه دیگه. ولی خب لجبازی میکنن یه خورده پلیسای ترکیه و اینا، بعضی جاها، یعنی همشون نه، پلیسای خوب خیلی داریم اینجا واقعا، خیلی ماها من با خیلیشون برخورد داشتم، ولی خب پلیس بعدم همه جا هست. حالا این قضیه نمیشه فقط بگیم پلیس و فلان، همه آدم خوب بد همه جا هست. در کل با من تماس گرفت، گفتش که همچین مسئله پیش اومده و نمیذارم من وارد بشم. صحبت کردم باهاش، گفتم بهش بگو دوستم با وکیلش داری میاد اینجا و میاد اینجا صد درصد ازتون شکایت هم میکنه، چون من میخوام پرداختم، شما هیچ راهی واسه ما انجام جلوی پامو نمیذارید. بلند شدیم از چند ساعت راه رفتیم تا فرودگاه این بنده خدا بردیم گیریم. باورتون نمیشه از 10 صبح تا 10 شب توی فرودگاه منتظر بود که کارش حل بشه. حل نشد که آخرش من مجبور شدم برم دنبال کاراش و رسیدم اونجا، کاری که توی 12 ساعت انجام نشد تو 10 دقیقه تونستم انجام بدیم. مشکل خاصی نبود. اولا چند تا نکته اینجا هست. یک، پول نقد همراهتون باشه. دو، با من پرداختی تو جفت طرف انجام میشه. اگه انجام نمیدن رئیسشون رو پیدا کنید. توی ترکیه توی هر ادارات هر اداری کار انجام نمیده، کشور دیگه هم همینه، حتما مدیر اون بخش رئیس اون بخش پیدا بکنید با اون صحبت کنید، اونم انجام یه لول بالاتر. من اینجا شده با یه شخصی بود، پرسنل میگن آسکری پرسنل همچین چیزی بود
که نیروی نظامی میشه درست. مزاحمت داشت واسه یکی از دوستان ایجاد میکرد و خیلی پر که میگفت من فلانم، من امانم. این میشه سوء استفاده از قدرت شغلیش. خب این توی هیچ جای دنیا، توی ایرانش هم کسی نمیتونه بابت این قضیه زور بگه، توی اینجا هم نمیتونه. هیچ کسی نمیتونه، حق نداره از شغلش سوء استفاده بکنه، چه ترکیه باشه، چه ایران باشه، چه آلمان باشه، چه انگلیس باشه، هر جایی. این یه خط قرمزه که تو همه ادارات هستش، ربطی به دین و مذهب و این چیزا هم هیچی نداره. کسی نباید سوء استفاده بکنه. که اون شخص هم همینجوری داشت اذیت میکرد، داشت یه خورده تهدید میکرد. گفتم ببین تو مدیر داری، رئیس داری، رئیس تو پیدا میکنم با اون صحبت میکنم. توی اینجا هم همین کار کردم، رفتم گفتم آقا اگه چیز نمیکنی این رئیستون کجاست، مدیر این فرودگاه کجاست، مسئول اینجا کیه. که کارم رو سریع انجام دادن، یه خورده میترسه از این قضایی ها، سریع کارمون رو انجام دادن و پرداختشو من، جالب این که گفتم اون ور نمیشه پرداخت کرد، من اون ور قشنگ پرداختشو انجام دادم و تو 10 دقیقه بنده خدا از گیت رد شد. حالا یه ذری اذیت های دیگه هم داشت که مثلا میگه برو اون سمت اون شخص چک بکنه، بعد میگفت اون نه برو اون یکی، برو ای بی، پاسکاری میکردن اینجوری بین هم دیگه. یه اذیت اینجوری رو تحمل کردن، گفتم ابن عباد بعد بیاد بیرون، که اومد بیرون و ختم به خیرش رو تمام شد. این حواستون واقعا به این نکات باشه که حتما پرداخت رو انجام بدید، پول نقد با خودتون باشه و اینکه کارتون انجام ندادن رئیسش رو بده کنید. اینجا هم نیازمند به اینه که زبان ترکی بلد باشه، ترکی بلد نباشید هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی این بنده خودم که اومد اونجا ترکی بلد بود، خیلی کم دوستاش هم اومده بودن کارشو انجام بدن، یعنی 5-6 تا از دوستاش رفته بودن، یعنی نه اینکه 12 ساعت تو فرودگاه همینجوری منتظر من وایسه، رفته بودن نتونسته انجام بدن چون ترکیشون در لول نبود که بتونن راحت صحبت بکنن، یا اصلا تو لولی هم باشه فن بیانشون اوکی نبود، نمیدونن با ترکیش صحبت کنن. ترک آدمای مؤدبی ان، ولی خب لحن صحبت کردنش یه خورده تندتره نسبت به ما ایرانی ها. وقتی خواهشی و التماسی باشون صحبت میکنید کارتون انجام نمیشه. شما حرفتون مؤدبانه و درست و مستقیم و محکم صحبت بگید بهشون که کارتون انجام بشه، یعنی اینکه لطفاً فلان یا پرمیسنز اصلا هیچ کاری نمیکنه، اصلا لطفاً این کارو انجام میدید واسه من، اصلا انجام نمیدید. این چیزی بود که خودم تجربه کردم و تو ویدیوهای حالا دیگه هم در مورد اینجور چیزا صحبت کردم، گفتم امیدوارم همچین مسئله واسه شما پیش نیاد. گفتم این نکته رو بگم که ممکنه یه سری از دوستان این اتفاق پیش بیاد واسه شون و تو همون فرودگاه از 10 صبح تا 12 شب حدوداً 300 نفر همین مشکل رو داشتن. افغان بودن، پاکستانی بودن، کشور مختلف، ایرانی هم توشون بود که همین مشکل رو داشتن که نمیتونستن پرداخت بکنن، پول نقد نداشتن، کارت بانکی داشتن. حتماً پول نقد با خودتون داشته باشید دوستان هم زبون و دوستان دیگه که فارسی بلدن. لطفاً اینو دقت بکنید، این فقط واسه ایرانی نیست، واسه همه این قضايا ممکنه پیش بیاد، خیلی احتیاط بکنید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه همچین تجربیاتی داشتید توی کامنت ها واسه هم بنویسید که دوستان دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن. خیلی ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.